بسم الله الرحمن الرحیم، در آستانه فرارسیدن هفته شهید قرار داریم و تخار از جمله ولایت هایی است که هزاران فرزندش به خاطر دفاع از کشور و نوامیس ملی جام شهادت را نوشیدند و در این ولایت آرام گرفته است. ما هم در برنامه میهن من به زندگی شماری از شهدای نیکنام و با نفوس ولایت تخار میپردازیم. داوود کی بود و چرا زود از میان همسنگرانش رخت سفر بست؟ پدرای شما، برادرای شما در دو تجاوزی که به افغانستان صورت گرفت قهرمانانه از خاکشان، از دینشان، از اسلامشان دفاع کردند. امروز این مسئولیت به دوش شما گذاشتن. در سمینار دو روزه که ما داشتیم بالاخره فیصله شد که اردوی ملی تمام افغانستان این تقویه بکنه. در این قسمت کل قماندان سپاه کل اردو و مسئولین تلاش بکنن تا اردوی افغانستان حالی که یک چانس خوب میسر شده استفاده کنیم، اردوی ملی ما را دوباره احیا کنیم. دگر جنرال محمد داوود فرزند حاجی محمد حسین در سال 1349 هجری خورشیدی در روستای شاهان ولسوالی فرخار تخار به دنیا آمده است و های دوره تعلیمیش را در لیسه های دکتر سید عبدالرحمن شهید و لیسه ابو عثمان طالقانی به پایان رساند و بنابر درک وضعیت جاری کشور به صفوف مجاهدین به رهبری دکتر سید حسین شهید پیوست و در برابر قشون سرخ به مبارزه پرداخت. داوود خان شخصیتی بزرگ و جوان بافهم، جوان بادرد، جوان شجاع و جوان با ایمانی بود که تا زمانی که در قید حیات بود، تا زمانی که زنده بود، زندگیش در مبارزه، در جانفشانی و در گرفتن حق مردمش و در عدالت خواهی سپری نشد. ابعاد مختلف زندگی داوود خان، یکی از باد نظامیگری داوود خان اینمی بود که یک نظامی با پیلان و با استراتژی و نترس بود. همیشه با سربازی بود که در خط اول قرار داشت. همیشه نانی را در سنگر میخورد که همو سرباز از او استفاده میکرد. غرور نداشت، تکبر نداشت، خودخواهی نداشت، فقط و فقط زندگی را در مبارزه، زندگی را در رشادت ها، زندگی را در مقاومت، زندگی را در خدمت میدانست و هیچ مشکلی در ابعاد نظامی نداشت. بزرگترین الگو و سرمشق زندگی داوود خان شهید، رهبری بزرگش و قماندان بزرگش احمد شاه مسعود بزرگ بود. در ابعاد نظامی شما میدانین زمانی که داوود خان شهید در دوره مقاومت جبهات فرخار، کلفگان، نمکا و رهبری میکرد، گروه طالبا در عصر و زمانش و حتی قبل از شهادت امیر سیب مسعود و بعد از شهادت امیر سیب مسعود نتوانستند با مقاومت همه جانبه ای که داوود خان شهید داشت یک خطوه هم پیشروی بکنند. این مقاومت، این شجاعت بستگی به ایمان و عقیده راسخ داوود خان به خداوند داشت. ابتکار عمل، سوق اداره و تحقق برنامه های عملیاتی داوود شهید در برابر دشمن باعث شد تا احمدشاه مسعود قهرمان ملی کشور و ایران رفیق و همسنگر خود قرار دهد. شهید داوود در زمان مقاومت خوب درخشید و تا آخرین روزهای حیات احمدشاه مسعود قهرمان ملی کشور در برابر طالبان قرار داشت. آنچه که دیدگاه داوود خان با در نظر داشت این همه جسارت، شهامت، خستگی ناپذیری بود، علاقمندی برای کشتن، برای بستن، برای جنگ نبود. همیشه خواهان صلح بود. اولین کسی از داوود خان شهید که در سطح افغانستان آماده شد که سلاح‌هایی که در دست داره و اضافه از نظام است دیدیار بکنه و اولین کسی هست که در ولسوالی فرخار و سایر ولسوالی ها به خاطر دیدیار ساختن بند برق از طرف داوود خان احداث شد که دوستان و بزرگانی که در پهلوی داوود خان شهید است همه می دانند. بینان داوود خان شهید یک مقاومتگر و یک نظامی خشک نبود. در پهلوی این که یک نظامی بود،
یک شخصیت سیاسی بود، یک شخصیت اجتماعی بود و یک شخصیت فرهنگی بود. ما از مجموعی کسایی که در این هفته شهید صدای مرا میشنوند، در قدرت هستند، در موقف هستند، در زندگی اجتماعی هستند، تقاضا دارم که مغرور نشوند، بزرگانشان فراموش نکنند، جایگاه بزرگانشان فراموش نکنند، راه بزرگانشان فراموش نکنند، به مسیری بروند که او مسیر رهبری شهید، قهرمان ملی کشور و ساحر شهدا پیمودند. نزدیکان جنرال محمد داوود داوود شهید میگویند پس از فروپاشی رژیم طالبان، داوود شهید در راستای تحکیم حکومت مانند سایر بزرگان جهادی نقش داشت و به حیث قماندان قلی اردوی نمبر 6 شمال شرق معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخلی کشور و همچنان به حیث قماندان عمومی 303 پامیر در زمان حکومت حامد کرزی ایفای وظیفه نموده است. داوود شهید در تقوا، طهارت، بردباری، شجاعت و وطن دوستی نام داشت و سرانجام در هفتم جوزای سال 1390 هجری خورشیدی در یک حمله تروریستی در ساختمان مقام ولایت تخار به شهادت رسید. شهید منبر. انجینر محمد عمر عمر، مشهور به شهید منبر، یکی از شخصیت‌های نیکنام ما با افتخار تخار، فرزند مأمور افغان، در سال 1336 در قریه بهارک تخار دیده به جهان گشوده است. دوره‌های تعلیمیش را در زادگاهش پایان داده و از تکنیکوم کابل سند تحصیلی به دست آورده است که همزمان با فراغت در کود برق بلخ به عنوان یک مأمور مسئولیت پذیر مسئولیت می‌گیرد. اما بعد از یک مدت بر اساس خواست خانواده و دوستانش به خاطر مبارزه با دشمنان سرزمینش به صفوف جبهات جنگ در شمال شرق کشور پیوسته است. انجینر محمد عمر پسر مامور خان، مشهور به مامور خان، یکی از شخصیت های بسیار با عزت و با عفت و سربلند سرزمین بود که در سال 1359 از مزار شریف که ماموریت داشته در صف جهاد آمده و بسیار خوب درخشید. آنچنان درخشید که بالاخر پدرش حاجی صاحب مامور قماندان عمومی در جهاد بود و از مصلابت و از همت و غیرت و شجاعت و مردانگی پسرش جبهه را به پسرش انجینر صاحب محمد عمر سپارید و انجینر صاحب محمد عمر در مدت 14 سالی که جهاد مقدس و پیکار مقدس ملت مجاهد افغانستان در برابر روسها بود، سال مردانوار رزمید و بسیار مردانوار مجاهدینش تربیه کرد. ای بود همت و والای شجاعت و غیرت و مردانگیش. در اجتماع مرد اجتماعی، با اجتماع بسیار برخورد خوبی داشت. مرد سخی، سخاوتمند، مرد بسیار با فراست، مرد بود که همیشه رویش و لبانش در تبسم و با افراد و اشخاص و اجتماع برخورد یگانه برخورد داشت که مهربان، بسیار مهربان، بسیار مشفق. حتی در راه وقتی که اگر میرفت، اطفالی که از پیش رویش روبروی از رو در روبرو میشدند، همیشه به اطفال تحفه های میداد و اطفال را به خود اتا جلب میکرد. به گفته این نزدیکان محمد عمر شهید، وی در دوران مقاومت در جبهات جنگ شمال شرق نقش مؤثر داشت و در زمان حکومت حامد کرزی نیز به عنوان والی ولایت بغلان و کندوز به مردم صادقانه خدمت کرده است. سرانجام انجینر محمد عمر شهید در 16 ماه جوزای سال 1389 هجری خورشیدی عین ادای نماز جمعه در مسجد جامع سپینزر شهر طالقان در اثر یک حمله اسقبول ترهریزی شده تروریستی همراه با شماری از نمازگزاران جان باخت. انجینر محمد عمر با دوستان خود بسیار وفادار بود. همیشه با دوستانش بر خانه های دوستانش می رفت، از ایشان خبرداری می کرد.
با افراد و اشخاص زیر دستش آنقدر مهربانی بود که این طور فکر میکردادم که این آمریت و ماموریت خماندانی و افراد بودن این در پیش انجینر شای محمد عمر آدم احساس نمیکرد و خاطر یادی که بسیار شخص مهربان شخصی بود که همیشه با مراعات شخصی سخاوتمند خانهش همیشه پر از مراجعین و هیچ کس را در به حضور یزو اگر جهت کار شخصی و کار رسمی که داشت اگر می آمد او را مایوس از دفتر خود و از خانه خود حتی از اتاق شخصی خود هم کسی را اینطور مایوس و متاثر دوباره رخصت نمی کرد. در تمام حیات و زندگی خود شخصی بود که همیشه در پنج وقت نماز از نگاه دیانتش اگر ما میگوییم شخصی بود که همیشه در پنج وقت نماز حاضر و تا حدی که میتوانست یک امامی با خود داشت که نماز با جماعت ادا میکرد. بله، تخار ولایتی است که قهرمانان و شخصیت‌های بزرگ اجتماعی و نامدار در آن آرام گرفته است. عبدالمطلبی که شهید، شخصیت جهادی و پرنفوس تخار که وی در سال 1333 در ولسوالی هزار سموچ تخار به دنیا آمده است. دوره تعلیمیش را در زادگاهش به پایان رسانده و زندگی وی با فراز و نشیب‌های همراه بوده است. نیکسوی شهید از آوان جوانی وقتی که به مبارزه میبره در سه جهاد زحمات بسیار زیاد میکشه، کو به کو، دره به دره، در او شرایط بدون امکانات با شاخه و بیل و کلنگ و تبر اینا مبارزه را شروع میکنن. در یک حالت با یک ابرقدرت دنیا که ارتش سرخ شوروی است کسی این فکر کرده نمیتونه که ما با این دست خالی بتانیم مبارزه بکنیم و او را شکست بتیم. اونمو عقیده محکمی از اینا بوده، اونمو پایمردی، اونمو هدف مهمی که داشته به خاطر رضای خدا و مردم تشویق کرده در پالویشان گرفتن و اونا جهاد کردن و تا به امروز مراحل مختلفی را اینا طی کردن. بعد از ختم پروسه جهاد مثلا حکومت مجاهدین وقتی که سر پای میشه در اون زمان هم اونمون نفوذی که داشت و روابطی که با مردم داشت با مردم در سه خدمتگزاری تلاش کردن با امیر سوی شهید در سنگرهای داغ و امرای از اونا در مبارزه و جهاد بودن با شهید صلح استاد ربانی شهید یک روابطی خوب داشتن بسیار دوستانه با سایر مجاهدینی که در سطح تخار اونا جهاد کردن انجینر سوی عمر شهید همچنان جنرال داودی شهید همچنان با امیر صیبی عالم قاری صیب امیر شهید و سایر شهدایی که امرایشان همسنگر بودن مبارزه کردن صادقانه کار کردن و مردم از پیششان راضی هستن. بیک شهید نیز به خاطر جهاد و مقاومت به صفوف مجاهدین پیوسته با احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور کنار می آید و به مبارزه در برابر دشمنان مردم افغانستان می پردازد. دوستان و بستگان عبدالمطلبی که شهید می افزایند پس از شکلگیری حکومت افغانستان بر رهبری حامد کرزی وی به حیث قماندان امنیه تخار، کندوز و معاون سیاسی وزارت امور سرحدات و قبایل کشور ایفای وظیفه نموده و همچنان به عنوان نماینده مردم تخار در پارلمان کشور نیز به مردم تخار خدمت کرده است. الحاج عبدالمطلبی که شهید همون گونه که من من حیث یک جوان او را می شناختم دائم با جوانان نشست و برخاست داشتم، جوانان را دوست داشتم، همیش مشوق جوانان بودم. ما خوب بیاد دارم که جناب بیکی شهید گاه شخص خودم را دکتر خطاب می کردن، گاه انجینر خطابم می کردن و همسال هم ای یگانه شخصیت بیگ بود که با جوانان داشت احترام میکرد. او یک فرد مجاهد صادق خدمتگزار و مردم بود. او دائما میخواست در ولایت تخار خدمت با مردم ولایت تخار شد، بخصوص در نسل مجاهدین با جوانان رشید که بعدها
که قافله همه خدمت را اونا بردوش می داشته باشند و اوا می خواهند افغانستان جنگ زده را به سوی ترقی و پیشرفت ببرند. موصوف سرانجام در اثر یک حمله انتحاری عین ادای نماز جنازه یک موکلش در سرای سنگ شهر طالقان به شهادت می رسد. در همین حال شهید جنرال شاجهان نوری قماندان امنیه پیشین تخار و شهید صبغت الله زکی نماینده پیشین مردم تخار در شورای ملی نیز از فرزندان نامدار و تاثیرگذار این ولایت هستند، یکی در ولسوالی فرخار، دیگری در ولسوالی بنگی تخار به دنیا آمده است. صبغت الله زکی یکی از وکیلای برجسته دلسوز خدمتگار برای مردم تخار بود. واقعا کارکرد و فعالیتاش که امروز ما میبینیم قابل لمس و خاطراتش که امروز جوانا برای ما قصه میکنه. اگر چند ما امرایشان دیتو از نزدیک تو معرفت کامل نداشتیم، اما خاطراتش که جوانا قصه میکنن، یک آدمی بسارم تو خاکسار، آدمی بسارم تو فروتن، حتی کسایی که در خانهشان می رفتن جوان ها همیشه می گفتن دروازه می شیشت و دانه دانه مشکلات مردم هم بازخواست میکرد، پرسان میکرد و برای مشکلات مردم بدون از این کدام سرانگاری بکنه و خستگی از خود نشان بده رسیدگی میکرد و همیشه از خاطرات از او بزرگای وطن، از اخلاق و ادبشان مردم قصه میکنن. واقعا که یک ضایعه بسیار بزرگ بود برای مردم تخار. اگر تا به این روزه می بود ممکن خدماتی از اونا در ذهن مردم دیگه باقی می ماند و از تلاش ها و از ابتکاراتی از اونا هم استفاده می کردیم. متاسفانه دیگه عمرشان نما قدر بوده، یک تعداد وکیل صاحب های دیگه هم عمرشان بسیار پرتلاش بودن در حادثه خونین ولایت بغلان، اونا شهید شدن، جایشان جنت باشه. مولانا صاحب از لحاظ یک شخصیت چند بودی بود، از لحاظ اخلاق اجتماعی فکر میکنم که دیگه مبالغه نکرده باشم، یک شخصیتی بود که درجه اول در تمام ادبیات همی چی دارد که امیال ما تمامی جایی که میریم و هر کسی که سر میخوریم که با ایشان هم صحبت شده بودم، فقط اولین بار از اخلاق امیده که ایشان داشت از او یاد میکنم. از لحاظ دیگه علمی یک انسان برجسته به تمام معنا و کمال بود. از لحاظ دیگه نظامی یک نظامیگر فوق العاده بشاش و با میفهم جنگ را بسیار بلدیت کامل داشت. در دوره مقاومت چنان دیگه از خود مقاومت، شجاعت، مردانگی نشان دادم. البته دو دفعه طالقان سقوط کرد که ایشان در سقوط طالقان دوباره و دست گرفتنش بسیار نقش برجسته‌ای را ایفا کرد و روزگاری بسیار دشواری بود. در یک دوره که تو از چمن خسته بازگشتن دیگه در دور بعدیش ایشان حرکت کردن به طرهای مشتان عقب نشینی کرده بودن، تمام افغانستان طالبا گرفته بودن، دیگه خود پیروز میدان فکر میکردن. صبغت الله زکی فرزند مولوی عزت الله شهید یکی از پیشگامان جهاد کشور است که کودکی و بزرگسالیش را با تعلیم و تحصیل سپری کرده است و به عنوان یک جوان سیاستگر و تاثیرگذار در تخار نیز تبارز کرده بود. وی در نهادهای دولتی و غیر دولتی در داخل و بیرون کشور سمتهای مختلف را مدیریت می کرد و همچنان به عنوان نماینده مردم تخار به پارلمان کشور نیز راه یافت. اما دشمنان صلح و ثبات کشور مجال فعالیت و خدمت به مردمش را ندادند و سرانجام در یک حمله هراس افکنانه در ولایت بغلان همراه با شماری از نمایندگان مردم و ده ها بغلانی به شهادت رسید. صبغت الله زکی شهید، جوان بروهمند تحصیل کرده و خدمتگار
ولایت تخار و در کل افغانستان اگر بگویم، من من حیث یک جوان و همچنان همانطوری که زکی شهید را میشناختم، یک جوان برومند تحصیل کرده خدمتگزار واقعی بود که جوانان را دوست داشت، شخصیت عالی و بی‌بدیلی داشت، خدمتگزار به مردم بود. او دوست داشت همیشه با جوانان بشینند، جوانان را با یک جای بلند برسانند، بخصوص بخاطر تحصیل جوانان خیلی علاقمند بود. او دائم از ما و امثال هم جوانان میخواست تا تحصیل کنیم. در آینده ها اگر او بوده باشد یا نباشد، ما جوانان باید این قافله را در خانواده فقیر در سال 45 هجری شمسی، در خانواده متدینی که فقیرتر بودند، در آخرین قرهای مشتان که قری بختینگان مشتان ولسوالی فرخار ولایت تخار تولد یافتند، 13 ساله بودند به ایران سفر کردند. بسیار خرسال بودن، ما را خانواده را زیاد نگران ساخته بود که دیگه این بچه به این خرسالی چند جسارت داشته، دیگه جسارت چه از ما پینام کرده بود، بخود رفت طفلی که هنوز هیچ چیزی را ندیده بود و هیچ چیزی را نمیشناخت و هیچ چیزی را نمیفهمید، پا به مسافرت گذاشت، به ایران سفر کرد. ایشان در دوره 14 سالگی از ایران بازگشت. دیگه در دوره 15 سالگی ایشون دیگه واردی چه شد، دیگه غندی سلاودین ایوبی در کمیته فرنگی غندی سلاودین ایوبی اونجا با انجینر سیبیزی اولخ کمیالی در تلویزیون ملی تشریف دارن، دیگه انجینر سیبی ربانی بود و شخصیت های دیگه برجسته با شامل روکای سیب از کابل بودن. اینا کسایی بودن که مردم را تعلیم و تربیه می دادن در بخش های فرنگیش یا به جا ایفای وظیفه کردن. با این همه شماری از باشندگان تخار به این باورند که شهدای کشور به خاطر آزادی، ترقی و سربلندی مردم افغانستان صادقانه تلاش کردند و در این راه جانهای شیرینشان را از دست دادند. اما باید رهروان و وارثین این شهدا به خاطر ادامه راه و آرمان شهدا صادقانه تلاش نمایند. شماری از باشندگان تخار تاکید میکنند که رهروان، همسنگران و وارثین شهدای نامدار افغانستان از خط فکری و آرمانهای شهدا بدور شدند و بیشتر به خاطر منافع شخصی و موقفهای دولتی مبارزه میکنند. باشندگان تخار از همسنگران و وارثین شهدای نیکنام افغانستان میخواهند که باید به خاطر دفاع از این سرزمین، پیشرفت و سربلندی مردم افغانستان مثل پدرانشان تلاش نمایند.